خب بیندای گرامی، کلیپ دیروز نشر شد که واقعا بسیار جالب بود برای همگی. هزارها هزار شریک ساخته شد در صفحات فیسبوک. سری مردم ها برای بار اول چهره خانم شانتل فرانسوی را در صفحه تلویزیون می دیدن. خانم شانتل یکی از فرانسوی هایی هست که در زمان حکومت شهید داود خان به افغانستان من حیث تورست سفر کرد، گردش کرد به افغانستان، ولی احساس کرد که آب و هوای ای خاک را با سوی خود نکشانند و مترام شد و ای خانم به اصطلاح بیشتر عمر خود در افغانستان سپری کرد. در وقت جهاد به مردم افغانستان تا توانست کمک کرد. در زمان سیاه طالبان سیاه دلو از خدا بی خبر نیست چادری به سر می کرد و کوچه به کوچه می گشت و برای دختران وطن ما قلم و کتاب چه می داد تا اونا با سواد بار بیند و پنشیر می رفت درس های سنفی باز می کرد. اما چهره ناآشنا و کس نمی خواست که کسی از فعالیت هایش با خبر شد. خانم شانتل در فیلن در ولایت پنشیر زندگی میکنه، گاهگاهی به فرانسه میره اما دیر نمیپایه، میره کمک های از مردم جمعوری میکنه، میایه دوباره به پنشیر، مکتب میسازه، سرک میسازه، کتابخانه میسازه و شرایط برای اطفال وطن ما آماده میسازه تا اونا در آینده به جای ای که تفنگ به دستشان باشه، قلم به دستشان باشه و با منطق و با تحصیل بار بیان. اما با تأسف میبینیم که کسان دیگه که در کشور ما هستند دستار به سر زدن و ریش بلند گذاشتن و به نام طالب و داهش عنوان کردن که ما مدافعین اسلام هستیم، اما در هر کجایی که رسیدن در قدم اول دروازهای مکتب برای اولاد وطن ما بستن، بخصوص دختران. اینا همیشه خواستن که از کسب تحصیل بدور باشن و در کنج خانه ها قرار داشته باشن. من خواستم که امی فیلم شاید هموطنان ما دیده باشن و در این بخش پروگرام هم خدمت شما تقدیم کنیم. ببینیم که یک فرد افغان نیست، هم دین با ما نیست، هم مذهب با ما نیست، ولی انسانیت برش با ارزش‌تر است. زندگی خود در فرانسه ترک میکنه، میایه که اولاد وطن ما را هم وطن تدریس کنه، با سواد بسازه تا در آینده مصدر خدمت برای وطن خودشان. چیزی باست که ما هم اقدام به همچه کارهایی کنیم. ما هم اگر بتانیم در هر کشوری که هستیم به صورت متعدد، مثلا فردن در تورنتو ما در 15-20 دفتری هستیم، هر دفترها در یک بخش متعدد شوند، یک صندوق واحد بسازند، هر کدام مای $100 $50 به می صندوق به خاطر ارتقای معارف وطن بیندازن، شاید روزی ما هم بتونیم در یک گوشه وطن مکتب را آباد کنیم، قلم را به دست طفل وطن بدیم و کتابچی را برش بدیم تا بنویسد و بیاموزد. آیا کار مشکل است؟ فکر میکنم اگر ما تکان بخوریم کار مشکل نیست. به گفته مهدی ساحلی، راه هموار است، ما رهرو نیستیم. راه هموار است، ما رهرو نیستیم، بی سبب در هر قدم می ایستیم. در هر قدم بهانه هایی است که ما برای خود میریم که ما هزی ولایت است، ما هزی ولایت است، ما به این قوم تعلق دارم، به این قوم تعلق دارم، چرا ما به این کمک کنم، چرا به این کمک نکنم. این است که بی سبب در هر قدم می ایستیم. امید از این که روزی همگی فقط به
وطن و مردم خود بیندشیم، نه به قوم و قبیله و زبان خود. شاد باشین. این مکتب دولت چی کده تانا دیوال و بام خلاص کل چیزی کلی دروازه های کلی رنگ کلی پلاستر کلی چیز جور کرده من برای بنام کلی چیز هیچ چیز نبود او از چشما می آوریم او اینا یک چیز ذخیره. برای شانتل شهروند فرانسه که حالا در افغانستان به ویژه پنشیر خوب و عادت کرده، کمک به مکاتب به ویژه مکتب های دخترانه به یک عشق و وظیفه مبدل شده است. در این مکتب دوردست شانتل کتابخانه و لابراتوار برای دانش آموزان ساخته است. او با هزینه 20,000 یورو از چشمه در دل کوه با فاصله 300 متر آب آشامیدنی بهداشتی را به این مکتب انتقال داده است. لیسه دخترانه مهرنگار در منطقه سنگانه در فراز یک کوه ساخته شده است. شانتل همچنان در این کوه پر فراز و پیچ راه رفت و آمد برای دانش آموزان و حتی برای رفت و آمد موتر ساخته است. در کتابخانه است آریانا. آریانا آمده؟ آریانا کتابخانه. نمی‌فهمی. بودن در کنار دانش آموزان و کمک به مکاتب حالا بخش اصلی زندگی شانتل را در پنشیر تشکیل می دهد. دانش آموزان دختر در پنشیر با سپری کردن ده ها کیلومتر راه های پرخم و پیچ روستاها به مکاتب می رسند. اما شانتل راه چاره حتی برای این دختران دانش آموز هم سنجیده است. برای 25 دانش آموز لیسه بیبی آمنه که راه های دشوارگذر و دور دارند، موتر را روزانه 1,000 افغانی کرایه گرفته تا آنان را از خانه هایشان به مکتب و دوباره به خانه هایشان انتقال دهد. به خطور دخترها زندگی میکنند در قریه کربوشی کنده گوهد که بسیار دور است، هیچ را خوب نیست که بیاین همیشه. و من موتر گرفتم به خطور سرماله بشان در آنجا یک مکتب ابتدایی است. سامانه پرسند کرده که یک موتر باشه که برون تا متوسطه و لیسا. او در این مکتب هم کتابخانه، کودکستان برای کودکان آموزگاران و حتی سولر بادی ساخته است. از اینجا تا اونجا. دورتر از اینجا لیسه دخترانه بی بی هواست. اینجا لیسه دخترانه بی بی هوا در پنجره است. تا چند سال پیشتر این مکتب در و پنجره نداشت، اما شانتل شهروند فرانسه با جمعوری کمک های خیریه از شهروندان فرانسه به این مکتب در و پنجره خرید. همزمان اینجا کتابخانه را ایجاد کرده که در این کتابخانه بیش از 250 جلد کتاب در بخش های اسلامی و تاریخ، جغرافیا و ادبیات و سرگرمی برای دانش آموزای این مکتب وجود دارد. ما توانستیم که درباره دانشمندان، درباره اصول زندگی چیزا بفهمیم. حالی معلومات بسیار زیاده برای دانشمندان گرفتیم و درباره این کتاب ها کردن بسیار ازشان تشکر میکنیم. این کتاب خونه پارسال جور کردیم و امسال رفتم ایران. این کتاب آوردم برای مخصوصا برای اطفال و نوجوانان که در کابل پیدا نمیشه. شانتل اکنون به عنوان حمایتگر معارف پنشیر در میان مردم شناخته می شود. از مردم گرفته تا ریاست معارف پنشیر، همه چشم براه کمک های او به مکتب های این ولایت اند. مکاتب را اعمار کردیم که رنگمالی مکاتب در قرطاسی هم مواد آموزشی در این قسمت ها راستی همکاری همه جانبه را با معارف داشتند. شانتل هنوز ازدواج نکرده است. نزدیکانش گفتند او از پرسش درباره سن و سالش و نیز دلیل ازدواج نکردنش خشمگین می شود. از همین رو ما هم پرسش درباره این موضوع از او مطرح نساختیم. لباس بچگانه بسیار آسان است. آسان است، خوب است. آزاد هستم دایی. شانتل به گونه آزاد با لباس پسرانه به بخشای گوناگون پنشیر، بازار و در میان مردم رفت آمد می کند. با لباس پسرانه خودش را آرام و راحت احساس می کند. شانتل اینجا در خانه سنتی و با وضعیت نچندان مناسب زندگی می کند. البته خودش زندگی در چنین خانه را برگزیده است. خانه که ترک برداشته و خیلی قدیمی است.
برای نخستین بار شانتل در زمان ریاست جمهوری داوود خان به حیث گردشگر به افغانستان آمد. آن زمان بود که او به افغانستان و مردمش علاقه گرفت. اما آنچه او را بیشتر نسبت به افغانستان به ویژه پنجشیر علاقه‌مند ساخته، جهاد و مقاومت مردم افغانستان است. پس جنگ شروع شد، بسیار جگرخون بودم، پس کوشش میکردم که چیز مؤسسه که کار میکنن برای مردم داخل افغانستان یا برای مجاهدین کمک کنم. پس می آمدم همیشه در دوران جیاد پاکستان پیش مهاجرین و مجاهدین و پس دوران مقاومت اینجا بودم. پیش از مقاومت هم بودم در کابل، پس دوران مقاومت زیاد پنجشیر بودم. شانتل هنگام حکمرانی طالبان به گونه جالب به افغانستان رفت و آمد داشته است با پوشش چادری. او در زیر حاکمیت طالبان در کابل هنگامی که دختران از رفتن به مکتب منع شده بودند به گونه پنهانی چندین مکتب برای دختران ساخته بود. صنف 26 صنف بود، از صنف اول تا صنف 12 در جای مختلف در کابل. بخاطر من می آمدم به کابل هم خیلی چادری هیچ نفهمیدن دیوانه لوده بودن وقتی که گرم اونجا بسیار متعدل است. شانتل هر از گاه دوباره به فرانسه برمیگردد. با جمع‌آوری پول از نهادهای خیریه دوباره به پنجشیر می آید. اما اینجا یک چیز مشکل است برای ظاهراً زندگی در پنجشیر نسبت به فرانسه هم بد نیست. زندگی در طبیعت زیبا و سبز، آب و هوای گوارا در کنار دریای خروشان شاید برای بسیاری‌ها یک رویا باشد. آنچه که شانتل حمایتگر معارف پنجشیر به آن دست یافته است. در حال حاضر 128 مکتب در سراسر ولایت پنجشیر وجود دارد که در آن بیش از 37,000 دانش آموز دختر و پسر مصروف آموزش هستند. اما هنوز هم نبود آموزگاران مسلکی، نبود تعمیر و کمبود کتاب‌های درسی از عمده‌ترین مشکل دانش آموزان ولایت پنجشیر دانسته می شود. سجاد محمدی، تلویزیون یک، ولایت پنجشیر. دختر و صدای خوش نباید بمیرم دمزال فرزای خوش نباید بمیرم نفتیز برم بود عزیز دل من دم دوری در بدواید بمیرم گل دست بیا نرم نرم است بیا مشت گل دست بیا دخترک جگی جگی مرا دم برد بگی دخترک جگی جگی مرا هم دم بگی نرم نرم است بیا مشت گل دست بیا نرم نرم است بیا مشت گل دست بیا
بکنم یا نکنم، یاد از اون زلف گره‌دار بکنم یا نکنم. بی تو آرام ندارم، سر به صحرا زدم، خدا رس با سر بازار بکنم یا نکنم، خدا رس با سر بازار بکنم یا نکنم. نرم نرم مشت بیا مثل گل دست بیا، نرم نرم مشت بیا مثل گل دست بیا. دخترت جگی جگی مرا دم برت بگی، دخترت جگی جگی مرا هم دمت بگی. نرم نرم مشت بیا مثل گل دست بیا، نرم نرم مشت بیا مثل گل دست بیا.